فیلمی در مورد اولین و مخوفترین قاتل سریالی آمریکا، یعنی تد باندی. گلاسیا سلام، توی لیست فیلم هایی که در مورد تد باندی یکی از روانی ترین آدم های دنیا ساخته شده، یکی از بهتریناش تد باندی محصول 2002 هستش. البته فیلم های دیگه که در مورد تد باندی هم هست خیلی خوبه، مثلا یکیش که اکستریملی ویکد و زک افرون بازی کرده، یکی دیگه اش در مورد کسی هست که تا مدت ها با تد باندی کار میکرده و از این جریانات خبری نداشته. به هر حال من الان این فیلمو انتخاب کردم به خاطر اینکه میاد از زمان جوونی این مرد تا وقتی که به زندان میفته و کارش تموم میشه رو به ما نشون میده. بریم ما فیلمو ببینیم. حواستون به اسپویل کامل و صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم شخصیت اصلیمون یعنی تد باندی رو میبینیم. جلوی آینه وایسته رو مثل روانیا ادا در میاره. سال 1974 و تد بعد حاضر شدن از خونه خارج میشه. به سمت دانشگاه میره و وارد کلاس میشه. کلاس روانشناسیه و میبینیم که استاد از روانی‌ها، امیال کثیف و کارهای عجیبی که انجام میدن حرف میزنه. کارهایی که همه‌شون یه نوعی جرمن. بعد کلاس تد باندی میبینیم که بدون هیچ دلیلی یه تلویزیون میدوزه و از کیف یه زنم چیزی برمی‌داره. انگار این کارا براش خیلی عادیه. آخر شب هم به کلابی رفته و با دختری که چشمشو گرفته میرقصه. کار دیگه هم انجام نمیده و با خروج اون دختر از کلاب فقط دنبالش راه میفته. دم خونه این دختر وامیسته، شلوارو در میاره و در حال نگاه به این دختر از پنجره شروع میکنه به همون کاری که میدونید. اونم بی توجه به همسایه هایی که دعواش میکنن و یه دفعه یکی از همسایه ها یه سطل آب رو سرش میریزه. اونم همونجا در میره. انقدری عصبیه که بدون دلیلی یه زن تو خیابون زیر کتک میگیره و فرار میکنه. به یه تلفن عمومی میرسه و با دوست دختر خودش یعنی لی تماس میگیره. بله، آقا با یه نفرم تو رابطه است. انگار صحبت با لی یکم آرومش میکنه و روز بعدی با هم میرن سر قرار. مشخصه که بارها لی مشتد و موقع رابطه با دخترهای دیگه یا حتی دوزی هم گرفته، اما بازم باهاش تو رابطه است. حتی وقتی به خونه میرن رابطه برقرار میکنن، تد یه رفعه خیلی وحشی میشه. لیو میخواد خفه کنه و با تلاش دختر ازش فاصله میگیره. بعدم جالبه که حالا تد قهر میکنه و از خونه میره بیرون. یه چیز دیگه هم در مورد تد میفهمیم. اون توی سازمان کمک به مردم کار میکنه. تلفنی جلوشو آدمای افسرده که چند قدم با گرفتن جون خودشون فاصله دارن بهش زنگ میزنن. وظیفه تد هم دلداری اوناست و واقعا هم خیلی خوب کارشو انجام میده. اینجا میفهمیم تد واقعا دلسوزی و همدردی و بلده. واسه همین خودشه که انتخاب میکنه کارهای وحشتناک رو انجام بده. با پایان شیفت کاریش اینجا خارج میشه و به سمت خونه میره که انگار از قبل نشونه گذاریش کرده. به راحتی قفل در میشکنه و میره داخل. دختری تنها رو تخت خوابیده و تد دستشو میبنده. حالا شروع میکنه و با وحشیگری تمام کتکش میزنه و باهاش رابطه برقرار میکنه. در آخرم با بیرحمی جونشو میگیره و از خونه خارج میشه. این براش کافی نیست و به خونه دختر دیگه ای هم میره. همین کارها رو باهاش انجام میده و برای پیچیدنش توی پلاستیک میارتش بیرون. حتی چهار نفر دارن اونجا رد میشن، اما به خیال اینکه یه مجسمه چیزی توی پلاستیکه هیچ عکس العملی نشون نمیدن. تد هم به راحتی میذارتش تو ماشین و سر به نیستش میکنه. از اینجا دیگه تد کاملا رد داده و چند تا دیگه از کارهای وحشتناکش هم میبینیم. یه روز دیگه که رفته دانشگاه، دست خودش رو باند پیچیده که مثلا آسیب دیده. چند تا کتاب از دستش میندازه و دختری که اونجاست با دلسوزی میاد سمتش تا کتابا رو ببره تو ماشین. البته که تد از قبل یه چکش آماده کرده و با یه ضربه بیهوشش میکنه. با خودشون رو به جایی هم میبره. مدتی گذشته و تد و دوست دخترش لی به یه مهمونی میرن. همه دارن از قاتل سریالی صحبت میکنن که خبرش تو کل شهر پیچیده و تا حالا جون چند نفرم گرفته. لی خیلی میترسه و میگه واقعا این شخص روانی باید زودتر گرفته شو به سزای کاراش برسه. جالبه که دختر دیگه که مخالفه میاد جلو و به نظرش خیلی جذابه که یه نفر به قدر روانش آسیب دیده که این کارها رو انجام میده. سکانس بعد همون دختر سومی رو میبینیم که توی دانشگاه دزدیده شد. هنوز زنده است و تد با خودشون رو به جنگلی میاره. میشونتش رو زمین، در حالی که دختر حسابی وحشت زده است باهاش شروع به صحبت میکنه. میگه تو از اون دخترایی که هیچ وقت سمت یه مرد مثل من که بی پوله یا قیافش اونقدر خوب نیست نمیری. پس حقت هر کاری میخوام و به زور انجام بدم. بعد از اینکه دختر فریاد میکشه و به التماس میفته تا دد ولش کنه، تازه دست به کار میشه و به شکلی دردناک اونو خفش میکنه. چند روز بعدم میبینیم که رفتار خیلی بدتری از تد با دوست دخترش لی شکل گرفته. مدام اونو تحقیر میکنه و حتی یه بار وسط دعوا میرزتش تو دریاچه. یه بارم لی از تو ماشین تد یه دستبند پیدا میکنه، اما به راحتی خامه دروغاش میشه و بازم به هیچ کس حرفی نمیزنه. میرسیم به یکی دیگه از کارهای این روانی، سر دختر که رو میزش گذاشته. معلوم نیست واسه کدوم قربانی شده و داره اونو آرایش میکنه. در آخرم میگه حالا خوشگل شدی و میخواد ببوستش، اما همین لحظه لی سر میرسه و سری اونو قایمش میکنه.
لیدلش ته شده اومده به سر بزنه و دوباره کارشون به رابطه میکشه. رابطه‌ای که با اصرار تد، لی نقش یه بدن بیجون رو بازی میکنه و هیچ حرکتی نمیکنه و انگار تد بیشتر از همیشه از این کار لذت میبره. چند هفته میگذره و به قربانی بعدی میرسیم. تد این دختر را کنار ساحل پیدا میکنه و دوباره با همون روش دست خودش که انگاری مجروح شده ازش درخواست میکنه که بیاد و قایقش کمک کنه بندازن توی آب. دخترم شیفته ظاهر و پولدار بودن تد میشه و باهاش راه میفته. بعد مدتی تد از خونه‌ای که اون دختر رو توش برده تنهایی بیرون میاد و معلوم نیست چی کار کرده. به ساحل قبلی میرسه. یه نفر دیگر رو میبینه و به همون روش از این دخترم کمک میگیره. نفر دوم که میاد تو خونه با وحشت به دختری زل میزنه که به میله بسته شده و همه بدنش آسیب دیده. سری میخواد ده بره و این تازه تد رو بیشتر از قبل خوشحال میکنه. خونش کاملا دور افتاده است و در حالی که دختر داره در میره با وحشت به قربانی دیگه ای میرسه. همون نفر سومی که به شکل ترسناک روی زمین قرار گرفته، دختری که خفه شده بود. تد هم اینجا گیرش میاره و حالا به زور برش میگردونه داخل. جلوی دختری که بسته شده بود مغز طرف رو میترکونه و در همون حال هم باهاش رابطه برقرار میکنه. دختر بسته شده فقط فریاد میکشه چون میدونه بعد از این نوبت خودش و همین اتفاق هم میفته. سکانس بعد چند هفته گذشته و حالا تد یه خبر میشنوه. رشته حقوق تو دانشگاه ایالت یوتا قبول شده و بعد خداحافظی از دوست دخترش به سمت این شهر راه میفته، جایی که تبدیل میشه به محل قربانی های بعدیش. در حالی که تد به سمت دانشگاه جدید داره میره، پلیسا بالاخره خونه جنگلی این مرد رو پیدا میکنن. البته که اطلاعی ندارن این خونه مربوط به کیه، اما با گشتن محدوده اطرافش با جنازه و استخون آدم های مختلف مواجه میشن. تدم وصل سفر یه دختر هیچ هایکر رو میبینه و خب با روی باز سوارش میکنه. این دخترم اولین قربانیش تو این سفر جدیده. تو چند صحنه قربانی های مختلفی از تد همراه با پلیس های میبینیم که هر روز با جنازه های جدید روبرو میشن. همه جاده ها از شهر سیاتل تا یوتا جسد های مختلف پیاده میشه و هیچ کس نمیدونه کار کیه. پلیس‌ها حسابی وحشت زدن، مخصوصا که حالا فهمیدن تد بعد گرفتن جون قربانی‌ها حتی یه شبم با جنازه‌شون می‌گذرونه. یکی دیگه از روزها رسیده و این بار تد خودشو به عنوان یه مأمور پلیس جا زده. دختری به بهونه یه خبر مهم سوار می‌کنه و راه می‌افته. البته این دفعه مثل قبل شانس نمیاره چون این دختر خیلی مشکوکه و وقتی می‌بینه که از کنار ایستگاه پلیس رد شدن حسابی عصبانی میشه. شروع به کتک زدن تد میکنه و همین که ماشین متوقف میشه سری میپره بیرون. موفق میشه یه ماشین دیگر متوقف کنه و از اونجا در بره. این دختر اولین کسی که از دست تد زنده مونده. اونم خیلی عصبانی و نگرانه، اما حتی این قضیه هم باعث گیر افتادنش نمیشه. به هر حال تو اون سالها نه تست دی ان ای بوده نه اثر انگشت. نفر بعدی دختری که موقع خروج از دبیرستان گیر تد میفته و جونش رو از دست میده. حالا یک سال از شروع قضیه گذشته و تو سال 1976 تد داره از یه راهروی خارج میشه که تظاهر میکنه حالش بده. زنی که از پشت میبینتش میاد نجاتش بده و همین کافیه تا تد اونو تو راهروی ساختمون خفه کنه. بالاخره لحظه خوب فیلم میرسه. چند شب بعد که تد تو اتوبان داره رانندگی میکنه، یه مأمور پلیس اول به خاطر سرعت زیاد اونو متوقفش میکنه. اما به محض دیدن چهرهش و مقایسه با نقاشی‌هایی که از چهره این روانی کشیده شده، تفنگو در میاره و دستگیرش میکنه. پیدا شدن لوازم جنسی هم ماشینش هم این قضیه رو ثابت کرده و سریع میبرنش زندان. کارگاه پرونده تو بازجویی خیلی عصبانیه. میدونه که این روانی یکی از بدترین آدمهای این کشوره. با اسبردن تک تک کارهای تد کم کم حالت چهره اونم عوض میشه و میفهمه واقعا گیر افتاده و دیگه راهی نداره. وقتی همون دختری که فرار کرده بودن برای شناسایی میارن و تایید میکنه تد همونیه که دزدیدتش، دیگه مدارک کافی هم به زندان ایالتی میبرنش. این خبر به دوست دخترش لیام میرسه و خیلی شوکه میشه. سری به دیدن تد میاد چون باور نداره و وقتی میبینه تد هیچ نگرانی تو چهرهش نیست دو دل میشه. وقتی تد با خوشحالی میگه اونا هیچ مدرک درستی ازم ندارن، دیگه میفهمه این آدم واقعا روانیه و از اونجا در میره. نکته دیگه اینه که قبل دادگاه اصلی تد درخواست میکنه که خودش وکالت خودش رو به عهده بگیره. به هر حال این مرد زیادی خودشیفته است. همینم باعث میشه که بهش اجازه بدن تا از کتابخونه زندان برای تحقیق استفاده کنه، جایی که یه راه فرار دیگه برای تد میسازه. از همون روز اول با نگهبانی که اونو به کتابخونه میاره طرح دوستی میریزه، به حدی که اون باور میکنه تد بیگناهه و یه بار وسط تحقیق میره که سیگار بکشه. همینم کافیه تا تد از پنجره استفاده کنه و این میشه اولین فرارش. اما خب زیاد دوام نمیاره چون تقریبا یه هفته بعد مامورای پلیس اونو در حالی که از خستگی نمیتونه رو پاهاش وایسته پیداش میکنن و برش میگردونن به زندان. خلاصه که دادگاه هم تشکیل میشه و تد همچنان تو زندان باید بمونه تا حکم نهایی صادر شه. تو این مدت دخترهای زیادی عاشق این مرد شدن، حتی براش نامه‌های عاشقونه می‌نویسن و
تد هم تو هر فرصتی یکیشون رو برای ملاقات به زندان میاره، با یکم پول به نگهبانا حتی باشون رابطه هم برقرار میکنه. تنها چند هفته از زندان گذشته و میبینیم تد باندی بازم یه نقشه ریخته. توی این مدت با یه میله زیر تختشو کنده و موفق میشه از سیستم فاضلاب فرار کنه. سریعم خودشو به شهر تالاهاسی میرسونه. این در حالی که یه گشت بزرگ برای پیدا کردنش راه افتاده و تد موفق میشه تا یه هفته دیگه بیرون بمونه. تو شهر جدید با اسم کریس زندگیشو شروع میکنه و یه اتاق میگیره، جایی که آخرین قطعه خودشو انجام میده. تد یه شب به خوابگاه دخترونه میره و یواشکی وارد میشه. از اتاق اول شروع میکنه و دو تا دختر رو با چند ضربه بیهوش میکنه و باهاشون رابطه انجام میده. بعدم جونشون رو میگیره. با یکی دیگه هم این کارو انجام میده، اما این دختر در آخر زنده میمونه. بعدم به راحتی از خوابگاه فرار میکنه. روز بعدی هم با ماشین بیرونه و این بار دردناکترین کار خودش رو انجام میده. میره سمت یه دختر 12 ساله، بهش میگه پدر تصادف کرد و با همین بهونه سوارش میکنه و این آخرین باریه که دختر دیده میشه. پلیسا پیدا کردن جنازه های جدید فهمیدن تد تو این شهره و همه نیروها رو برای گشتن دنبال اعزام میکنن. همین هم باعث میشه 2-3 روز بعد، یعنی 1 هفته بعد از فرار، اونو تو خیابون پیداش کنن. مأموری که تد رو میبینه به قدری عصبانیه که بدون هیچ حرفی شروع میکنه به کتک زدنش. تد فریاد میکشه فقط کارامو تمام کن تا راحت شم، اما این مأمور در آخر زنده نگهش میده رو میبرتش زندان. دادگاه نهایی هم تشکیل میشه و تد رو محکوم به مرگ با صندلی برقی میکنن. مدتی گذشته و امنیت این زندان بیشتر از همیشه است. تد دیگه فهمیده راه فراری نداره و پیشنهادی به پلیس میده، اینکه علم خودش رو در اختیارشون بذاره تا بتونن روانی های شبیه به خودش رو دستگیر کنن، کاری که واقعا هم انجام میده و باعث میشه حدود 5 قاتل سریالی دیگه با کمکش دستگیرشن. اما این کارم اونقدری براش وقت نمیخره. فشار زیاد مردم و تظاهرات مختلف باعث میشه بالاخره بعد 10 سال حکم تد به اجرا در بیاد. انگار واقعا این مرد تو زندان تغییر کرده و حتی مامورای پلیس هم زیاد تمایل ندارن این کارو باهاش انجام بدن. اما اون رو صندلی الکتریکی میذارن، جلوی چشم خانواده قربانی ها برق و وصل میکنن و کار تد برای همیشه تموم میشه. نکته مهم اینه، کسی که جریان برق و وصل کرد مثل همه قربانی های تد یه دختر بود. سکانس آخر چند تا بچه رو میبینیم که رو به دوربین میگن منم یه تد باندی ام و خیلی هم ذوق دارم. رو صفحه نوشته میشه که تد اولین روانی بود که لقب قاتل سریالی رو گرفت. با پایان زندگیش نزدیک به 200 دختر مختلف براش نامه‌های عاشقونه نوشتن و به سرنوشت اون اعتراض کردن و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. یه سوال میپرسم و ازتون درخواست میکنم که همه جواب بدید. چرا این دخترها بعد از اینکه دیدن تد باندی چه کارهایی انجام داده بازم براش نامه‌های عاشقونه فرستادن؟ نکته هایی که باید در مورد فیلم بدونیم، اولش اینه که توی فیلم مثل دوست دختر تد باندی لی بود ولی توی واقعیت الیزابته، و یکی دیگه از مهمترین نکته ها اون دختری هست که باعث شدش تد باندی گیر بیفته. اسمش هم کرول درانچه، همون کسی که فرار کرده از ماشینش. این دختر تونست که یه چهره نگاری کاملا دقیق از تد باندی پلیس ارائه بده و همین باعث دستگیریش شد. برای همین یکی از قهرمان های داستانمون همین دختره. اگه فیلم های کانال هم دنبال کرده باشید و خیلی از اونهایی که در مورد همین روانی های مثل تد باندی بودن رو نگاه بکنید، میبینید که اکثرشون یه الهامی از جریان تد باندی داشتن، به خاطر اینکه این مرد اولین کسی بود که همچین کارهایی رو به شکل سریالی انجام داد و واقعا کل دنیا رو شوکه کردش. تقریبا همزمان باهاش هم جک دی ریپر توی انگلستان بود، ولی خب تد باندی توی آمریکا اولین نفر حساب میشد. در مورد خود فیلم هم بخوام بگم نمرش بالا نیست، به هر حال توی سالی ساخته شده که اونقدر سینما پیشرفت نکرده و اونقدر هم قشنگ نمیاد فیلمنامه‌اش رو بنویسن. فقط نکته مثبتش اینه که میاد تمام چیزها رو کاملا دقیق نشون میده، بی پرده و بدون ترس از اینکه ممکنه کارگردان قضاوت بشه، چون به هر حال داره زندگی آدم‌های واقعی رو نمایش میده. ممکنه خانواده اون قربانی نخوان همچین چیزی رو ببینن که دخترشون به شکل وحشتناکی چه بلایی سرش اومده. همین هم باعث میشه که نمره IMDb بیاد پایین، چون خیلی از مردم وقتی که پخش شد باهاش مخالفت کردن. اما به هر حال میشه به عنوان یه سند قشنگ بهش نگاه کرد، چون که جمع‌بندی کامل از تمام مقاله ها، کتاب ها، اعترافات خود تد باندیه. اگر هم سریال مایند هانترز رو دیده باشی، یه سریال در مورد دو تا کاراگاه که میان قتل‌های سریالی رو دنبال میکنن و توی خیلی از پرونده‌هاشون میان با تد باندی صحبت میکنن. توی اون سریال هم حضور داره، البته شخصیتی که نقش بازی کرده، ولی خب اونا هم تقریبا بر اساس واقعیتن. اون هم سریال قشنگی، حتما ببینیدش. میرسیم به اصل داستان، یعنی یه بررسی کلی از شخصیت تد باندی. اگر یه بررسی کامل میخواید و موافقید برام بنویسید، که حتما توی یه ویدیو از اون سری ویدیوهای روانی شناسیمون که برای جیکسار رو تا حالا ساختم بیام در مورد تد باندی صحبت کنیم و از بچگی تا زمان مرگش رو همه رو مورد بررسی قرار بدیم و
بفهمیم که چرا این کارها رو انجام داده. اما اینجا یه اشاره کلی میکنیم. اولا که چرا قربانی‌های تد باندی انقدر راحت خام می‌شدن؟ تد باندی حالا تو فیلم باز اونقدر نیست، ولی برید عکس واقعیشو ببینید. توی اون دوره دهه تقریبا دهه 60 و دهه 70 آمریکا، شخصیت تد باندی، چهرهش، تیپش، همه اینا چیزی بود که ایدئال زن‌ها حساب می‌شد. خیلی جذاب بوده و برای همین هم است که وقتی می‌گیرنش انقدر زن‌های مختلف دنبالش می‌افتن، براش نامه می‌نویسن، کلا خیلی عاشقش میشن. همین ظاهرش هم است که باعث میشه یه آدم خودشیفته باشه، وقتی که زندان میفته بخواد خودش وکالت خودش رو به عهده بگیره، کلا هر کاری انجام بده تا بگه ببین من خیلی خوبم، هیچ کی نمیتونه جلوم وایسته، ولی همین هم در آخر کار دستش میده. اما این چیزها، این ظاهرش با حرفایی که توی اعترافاتش سر در مورد همون زنی که تو فیلم هم بود بهش میگفت که اگه من پولدار نبودم، اگه من آدم خوشگلی نبودم، تو هیچ وقت جذب من نمیشدی، برای همین مجبورم به زور باهات این کار رو بکنم. یعنی فلسفهش برای این کارها میگه این بوده. اما این یه دروغی بیش نیست، به خاطر اینکه خیلی راحت میتونسته موقع دختر رو بزنه و اصلا تو این قضیه مشکلی نداشته. تد باندی از ته دلش دوست داشته این کارها رو انجام بده، بدون هیچ دلیلی، بدون هیچ مدرک محکمی، بدون اینکه بگیم مثلا تو بچگی طرف فلان چیز بوده. درسته شاید یه سری چراغ قرمز توشون ببینیم که اگه اونا رو بهش توجه میشد این اتفاقا نمیافتاد، ولی در هر حال یکی از روانی هایی هست که از ته دلش روانیه. یعنی نمیتونید شما بررسی کنید و برای کارهاش دلیل بیارید. دلش میخواسته این کارو انجام بده، اون لحظه دوست داشته این کارو بکنه. بعد از قربانی سوم یا چهارمش هم هست که میفهمه لحظه ای که داشته جون دادن اونا رو میدیده انگاری به ارضا میرسیده، و این همون چیزی است که توی عمق روانش باید بررسی بشه، و بررسی هم شده. توی حالا ویدیویی که بذارم حتما توضیح میدم. اینا خیلی مشکلات بزرگ و وحشتناکی هستند و ممکنه از هر 10 میلیون یه نفر داشته باشدش، ولی اگه به همون یه نفر رسیدگی نشه، یه تد باندی برای نسل جدید ساخته میشه که تا الان هم هزاران بار دیدیم که چه آدمهایی تو شهر راه میفتن و چه کارهای وحشتناکی انجام میدن. خلاصه که یکی از مخوفترین شخصیت هاست. این فیلم به نظرم خیلی ترسناکه، چون بر اساس واقعیته. اینکه روح و جن و این چیزها ببینیم اونقدر دیگه ترسناک نیست. به نظرم ترسناکترین ها همین آدم ها که همچی کارهایی رو انجام بدن. شما میبینی که توی فیلم، یعنی توی واقعیت، طرف اومده یه خونه رو راحت باز کرده، رفته بالا سر طرف که خواب بوده، دستش بسته، اون کارها رو انجام داده. یعنی باعث میشه شما حتی توی خونه خودت هم احساس امنیت نکنی، و همین این فیلمو به یکی از ترسناکترین ها تبدیل میکنه. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت، سابیارتون نره. روزتونم گلسی.